اینم میخواستم پرسان کنم که با وجود انبوهی از مدارک و اسناد و کارهای پژوهشی که در سالهای پسین انجام شده صورت گرفته و میفهم که یک بخش از هم در افغانستان هم منتشر شد وجود داشته است، اسناد و مدارک است، ولی چرا گروه های هستند، انسان های هستند تا هنوز هم که بر طبل نپذیرفتن امی روایت ها، اسناد و مدارک تاریخی همچنان ادامه میتن؟ یعنی در پس این زدیت و این انکار فکر میکنین که چی وجود داره، چی هست؟ قسما عدم آگاهی از تاریخ است. یک ده فقط تاریخ نمیدانن، خب یک ده دیگه هم بنابرای بعض ملحوظات سیاسی است. یعنی شما ببینید که ما برای شما تو میگم که اسناد و مدارک با خروارها است. حالا مثلا من یک مثال برای شما میگم، گردیزی، خب گردیز معلوم است که کجاست، کتاب است به نام زین الاخبار گردیزی. در صفحه 5 زین الاخبار گردیزی اطر آمده چونین گوید فرازارنده این کتاب، زین الاخبار که دانایان جهان را به اقلیم ها قسمت کردند. باز نگاهش میگذاریم و این اقلیم چهارم را که به میان جهان است به زبان فارسی ایران شهر خوانند. ملوک بزرگ به ایران شهر جای داشتند و چون به میان جهان بودند بر همگان تسلط یافتند و آنچه از دیگر امتها میخواستند آسانتر به دست میآورند و از آغاز تا بدین غایت ملوک بزرگ به ایران شهر بودند. متوجه شدین؟ یعنی ایده گردیزی گفتن، نه ما، درست؟ خب این همه تو مثلا شما اگر ببینین ابو ریحان بیرونی، بله، من از خوارزم بود و ای از دانشمندهای بسیار بزرگ و در دربار سلطان محمود غزنوی بود، کتاب های زیاد نوشته کرده. یکیش تقویم مال هند است، یکیش تقویم لعوائل سنوات تنجیم است، که در اینجا باز هم گفته که از افریدون که از جباران پارسی، حتی میتونم بگویم که کتاب در سال 1929 در صفحه 491 آمده، در کتاب التفیم، از افریدون که از جباران پارسیان بوده است حکایت کنند که زمین را بخشش به سه قسمت کردند و میان سه فرزند و پاره میانگین که ایران شهر است ایرج را داد و این قسمت به دراز است. خب یعنی شما در لابلای صحبتهایتان هرچند فشرده یاد کردین بحث اتنیکی را راجع به ایران، یعنی گفتن که اقوام ساکن در امی فلات و در امی جغرافیای ایران که زندگی میکردن متنوع، همه ایرانی بودن و همه ایرانی هستن، اما میبینیم در سالهای پسین بیشتر همه مسائلی موارد را به نحوی فقط برای فارسی زبان ها و در میان فارسی زبان ها هم بیشتر برای تاجیک ها ربط میتن و ارتباط میتن. اگر امی بحث یک مقدار دیگه هم برای ما باز کنیم که معلوم شبکه یا بحث ایران فرهنگی را که ما یاد میکنیم این مربوط به فارسی زبان ها یا اجالتا مربوط به تاجیک ها هست یا تمام اقوامی که در این جغرافیا زندگی میکنم؟ ببینید، من بازم تکرار میکنم، اولا سرزمین ما به نام ایران رو میشه، هیچ نام دیگه نداره، از رود سن تا به نام ایران جغرافیایی یاد میشه، یعنی از نظر جغرافیایی تمام شهرها و بلاد کلریج است به نام ایران رو میشه، از نظر تبارشناسی تمام اقوامی که در فلات ایران یاد میشن به نام اقوام ایرانی هستن، چی تاجک باشن، چه پشتون باشن، چه بلوچ، چه کرد، یا لور، یا هر کسی که هستن، درست؟ و از نظر زبانی هم تمام زبانهایی که در اینجا هستن این همه از اینا به نام زبانهای ایرانی یاد میشن. خود اگر نمیشه که ما دل خود بگوییم، ولی شما خود ما نمیتونیم که یعنی ببینید این چیزهایی است که کل دانشمندا، ما باز هم خدمت شما عرض میکنم که با اجماع کامل اینو میره پذیرفتن این اصطلاحات. خب یک ده شاید هم مخالفت کنن که یا تو گفتم شده، یک ده پیشنهاد کردن که زبانهای ایرانی گفته نشه، زبانهای ایرانی گفته شد، اما کدام تغییر نمه. حالا شما ببینید که در این 250 سال گذشته صدها مقاله و ده ها کتاب نوشته شده، حالا خود نمیشه که آدم کل زیر تغییر بده، درست؟
و این که مثلا زبانشناس ها کتاب های زیاد نوشته کردن یا مثلا تبارشناس ها کتاب های زیاد نوشته کردن دیگه عالمی پذیرفته شده، ولی بسیار مشکل است که ما بریم و یکه یکه کشور به کشور بگردیم و عالمی بینید. من یک چیز برای شما میگم، این یک مثال دیگه بسیار جالب است. ابن بلخی شانده بوده کتاب نوشته کرده به نام فارسنامه. در صفحه 8 فارسانی ابن بلخی آمده که فرس جمع فارس و معنی فرس پارسایان است و پا تازی چنین نویسند و فارسی را فارسی نویسند. و روایت است از اصحاب تواریخ، چون اصحاب ابن الحسین اصفهانی که مرد محقق بوده است و از دیگران که برشمردن نام ایشان دراز گردد و از علما و تواریخیان فرس و عرب که به محل اعتماد بودند در کتاب تاریخ محمد بن جدید تبری با ایشان در معنی موافق است و بنده را تعامل کرده است و اتفاق است که جمله ملوک فرس 4 طبقه بودند: پیشدادیان، کیانیان، اشکانیان و ساسانیان. و 2 طبقه از این جمله بیش از اسکندر رومی بودند، پیشدادیان و کیانیان، و 2 طبقه بعد از اسکندر بودند. همه پادشاهان ایران و توران از نسل منوچهر بودند. یعنی بحث اساسی است که اینمی خود ابن بلخی اینمی سرزمین به نام ایران یاد کرده. درست؟ از اخبار گردیزی گفتیم، از کتاب های گفتیم. بله؟ از ابن سینا گفتیم، از ابن بلخی گفتیم. یعنی یک مثال دیگه برای شما میگم که عبدالله مصطفی در کتاب نظرت القلوب گفته که ایران زمین را حد شرقی ولایت سند و کابل و چغانیان و ماراونر و خوارزم تا حدود سقسین و بلغار است. درست؟ ده. و اینمتون مثلا در یک جای دیگر بود که از میان رودان بلخ یاد شده. خب به هر ترتیبی از ایش میگذاریم. جناب استاد، تا وقتی که بله همچنان نامه امیر دوست محمد خان پیدا شود، یک پرسش دیگه که مدرس و من میدانم که من در لابلای صحبت ها با او هم میرسید، این بحثی است که از زمانی که محدودی جغرافیایی به نام فارس به ایران نامگذاری شد و تبدیل شد که امروز هم میفهمیم که یک کشور مستقل به نام جمهوری اسلامی ایران هست. بله. امیر اگر لطف بکنین یک مقدار توضیح بدید و چرا از طرف افغانستان ببینید. یک چیز من خدمت شما عرض میکنم. یک بحثی است که ما در تاریخ ایران زیاد مطالعه کردم، میتونم بسیار با صراحت بگویم که در داخل کشور ایران هیچ گاه کسی کشور خدا به نام فارس یاد نکرده. یعنی شما اگر از دیگهش تیر میشین، سر از دوره ایلخانیان اگر ببینیم، از دوره ایلخانیان و اینمی صفوی ها و قاجاری ها بلا استثناء در صدها سند موجود است که تعداد شما اینجا آوردیم که بلا استثناء کشور به نام ایران یاد کردن در داخل، اما در خارج اروپایی را به نام پارس یاد میکردن. این بسیار ساده است. حالا ببینید مثلا آلمان، خود آلمان ها هیچوقت آلمان نمیگن. آلمان یک اصطلاح فرانسوی است. جرمنی هم نمیگن، انگلیسی ها جرمنی میگن، خود مردم دوشلند میگن. این همه تر شما مصر، مردم مصر در داخل مصر میگن، در بیرون ایجپت یا اگپت میگن. درست؟ هندوستان، خود مردم هند بهارت میگن. بله. یونان، ما یونان میگیم، مردم خودشون را گریت سیاف میکنن. درست؟ این همه تر ایتور زیاد است. یعنی ایتور خدمت شما عرض میکنم که بعض کشورها هستند که دارای دو یا چند نام هستند. بله. این به نام اندونیم و اگزونیم میگن. یعنی ایتون با شما میتونم بگویم که پارس اگزونیم یا نام خارجی هست و ایران اندونیم یا نام داخلی است. یعنی در داخل همیشه ایران میگفتن، در بیرون پارس. با سال دقیقا به تاریخ 24 دسامبر 1934، من نمیفهم در افغانستان همیشه 35 نوشته کردن، دلیلش من نمیفهم چرا، اما در 1934 یک تعداد از دانشمندان ایرانی به رضا خان گفتن که ایران وارد عصر ناسیونالیسم میشه، بهتر است که اینمی نام ایران ما بپذیریم تا پارس. یعنی باید کشورهای خارجی باید گفته شد که دیگه ما رو به نام پارس یاد نکنیم، ایران بگوییم.
و دلیلش این بود که اگر این کشور به نام پارسی ها شود، در آینده ممکن است که بعضی از کسا، مثلا از آذری ها یا ترکمن ها یا بلوچ ها یا کرد ها، اعتراض کنند که بگویند که این کشور تنها از پارس ها نیست، یک نام شونیستی است، البته که در افغانستان گفته می شود. ما قبول نداریم میره. بنابراین ایران که از یک نام تمدنی فرهنگی است و از او خاطر بود که دانشمندان زیاد برای شاهنشاه وقت ایران هم و چیز مراجعه کردن رضاخان، و رضاخان فیصله کرد، پذیرفت، از کشورهای جهان خواهش کرد که از این باد شما کشور ما را دیگه به نام پارس یاد نکنین، اما طور که مردم ما در داخل ایران میگن ایره ایران بگوید. خب یک بخشنامه یا نامه متحد المال با سر تا سر جهان روان کردن و خب جهانیان هم پذیرفتن. بسیار خوب. حالا من نمیفهم در افغانستان یه توی اگه دوام میشه که نمی نام کشور ایران در گذشته فارس بوده و ایر رضاخان ایران ساخته، اینطور نیست، نمی نام درست است. گفتم اگر یک سند کسی ارائه کرد که در داخل ایران کسی کشور به نام فارس یاد کرده باشد، بسیار مخش میشه سند او رو چی میکنین؟ او رو سو بگذارین. نمی داخل افغانستان هیچ وقت نمی کشور همسایه به نام پارس خوانده نشده. هیچ وقت. شما ببینید مثلا در زمان احمدشاه درانی، زمان تیمورشاه، در زمان دوست محمد خان، حالا دوست محمد خان رو من کش میکنم پیدا کنم، ولی بعضی نمونه های دیگه هم بر شما میگم. مثلا در زمان امان الله خان، امان الله خان چندین سخنرانی داشته، یک سخنرانی در قندهار داشته، یک سخنرانی وقتی که هندوستان رفته بود برای ایرانیای باشنده هندوستان داشته، و یک سفر هم که به ایران داشت در تهران و مشهد. در تمام جای بلوچستان کشور همسایه را به نام ایران خوانده. در سراج اخبار افغانیه محمود طرزی در چند بار ایران یاد کرده. گذشته از او در زمان امان‌الله خان ایران سفارت داشت در افغانستان. این سفارت رسما به نام سفارت ایران یاد میشد، نه سفارت پارس. سفیر ایران که خلعتبری بود و بعد از او کسی دیگه به نام مهدی فرخ آمد، هر دوش به نام سفیر ایران یاد میشدن. و یک اولین معاهده که بین ایران و افغانستان امضا شد، این معاهده رسما به نام معاهده ودادیه و تامینیه فیما بین دولتین اولیه افغانستان و ایران یاد شده. من بر شما میره چند مثال اگه باشه برتون میگم. و گذشته از در زمان امیر ایبو الله خان و هم به نام چیز یاد میشد ایران، و یک جریده بود به نام امان افغان که در این جریده هم به بارها کشور همسایه به نام ایران یاد شده. خب من مثال خدمت شما عرض میکنم، یک لحظه که نیجه من پیدا کنم. درست. خب بس من یک کتاب هست که در امروز دوره نوشته شده و واضح گفته شده که افغانستان از طرف مغرب به مملکت ایران و از طرف جنوب به ولایت بدخشان و از طرف مشرق به هندوستان و چین ارتباط داره. مثالش رو خدمت شما گفتم. یا مثلا همی چیزی که پیشتر ما بر شما عرض کردم، همی یک لحظه که چی کجا هستی آ این پیدا شد برنی آثار ما هم بسیار زیاد زیتر گرد برده آ این ببینید. همی اهنامه که در زمان امان الله خان امضا شده در اینجا، خب الان که من یه سب دارم نشان دادنش به فایده شد مالون نمیشم و میخونم. درست است. بشه کده به اسم سبحانه. خب عهد المجاهد فی سبیل الله امیر امان الله پادشاه دولت اولیه افغانستان این عهدنامه مودت را که مرکب از 12 فصل و 3 فصول الحاکم باشد، فی مابین ما و اعلیحضرت سلطان احمد شاه قاجار شاهنشاه کل ممالک معروسه ایران. خب احمد شاه قاجار خب پیش از رضاخان بود. خب اینجا واضح و کامل نوشته شده که ممالک محروسه ایران احمد شاه قاجار. و این همه شما ببینید در زمان امیر ایبو الله خان، در زمان امیر ایبو الله خان مثلا در اینجا واضح نوشته کرده که نام پادشاه سراج الملت و دین امیر ایبو الله خان
فرزند کلان ضیاء الملت و دین امیر عبدالرحمن خان است و کشور افغانستان حدود اربعیش که است به طرف مشرق چین تاتار هندوستان و به طرف مغرب آن ایران واقع است. درستی در زمان آیت‌الله خان نوشته شده. خب یعنی بحث اساسی است که یعنی کشور ما یکی از چیزهایی که بوده، این منظور سوال شما بود که در کشور ما، یعنی ما امیر بازم چلن میکنم که اگر کس کدام سند پیدا کرد که کدام وقت، یعنی کشور همسایه در کشور ما به نام فارس یاد شده باشه، نیست این مطلب چیزه، همیشه به نام ایران یاد شده کشور همسایه. خودشان هم ایران میگفتن، ما هم ایران میگفتیم در قفقاز و اگر شما برین در هندوستان و در همه جایی. اما یک چیزی که بوده این بوده که در یعنی یونانی ها چون در زمان در گذشته به نام پارسیات میکردن، به می ترتیب این چی شده در بین اروپایی ها به نام پارس شهرت پیدا کرده و این تا این می زمان چیز رضاخان به نام پارس یاد میکردن و باز رضاخان خواهش کرد که شما از این بود دیگر پارس و اینه به نام ایران یاد کنید و بود که اما در افغانستان این پیغام میگن که نه اینطور نبوده. این سازمان ملل متحد میگه پیشنهاد شد با اونجا رای گیری شد تصویب شد همین مسائل را که شنیدیم که راجب همین مسئله میگن نمیفهمم همین حرف ها از کجا میگن. ببینید در افغانستان بعض چیزهای عجیب و غریب میگن. حتی میگن که به نماینده افغانستان گفته شده بود بازو به اعتنایی کرده بود و توجه نکد و در نهایت پذیرفتن. افغانستان هیچ وقت اعتراض رسمی نکرده، در هیچ جای کدام سند نیست و ما هم به عنوان کسی که در وزارت خارجه کار کردیم هیچ وقت چیز نشدیم. تنها چیزی که بوده این بوده که وقتی که یک مکتوب برای چیز میاد و وزارت خارجه افغانستان میرسد چند نفر ادعا کردن که ما رفتیم اونجا اعتراض کردیم، یکی آقای غبار و یکی آقای امیبی. در کتاب های خودم نوشته کردن و گفتن که ما رفتیم گفتیم که کشور همسایه حق نداره که نام مشترک در واقع بگیره و در افغانستان تو یک وقت تو خب اینه یافتیم نامی در نهایت پیدا شد نامی امیر دوست محمد خان. بسیار جالب است، بیان کنید اگه بخوانیم میروانیتون. خب پس ادای حبیبی و غبار هم صحبت میکنم داستازا گفته و دشتان دارن امیدوار هستیم که امیر دوست محمد خان دیگه دل نزنن. ببینیم امیر دوست محمد خان در یک نامه که عنوانی محمد شاه قاجار نوشته و این نامه را هم عکسش در کتاب است که به نام اسناد افغانستان و ایران از طرف وزارت خارجه ایران چاپ شده و نگفتن همونه که من خودم چند بار که در وزارت خارجه ایران رفتیم در بخش آرشیوشان در اونجا یک موزیم دارن و در اونجا بسیار زیاد این نامه ها اونها دیده میشه. و امیر دوست محمد خان نوشته کرده در عنوانی محمد شاه قاجار این ولایت کابل و مضافات آن هم تعلق به مملکت ایران دارد، شهر قندهار که اشرف بلاد است و شهر کابل که پایتخت است و بلاد و نواحی که با خراسان هم سرحد هستند و همچنین مملکت خراسان و مضافات آن و ولایات مفصله فوق کلن جزء ممالک محروسه ایران است و در جمعی ممالک محروسه شاهنشاهی نیکوبد این ولایت نیز از نیکوبد سایر اجزای مملکت ایران نباید جدا و سوا باشد و نباید از منافع دولت اولیه ایران محروم و بی‌نصیب بماند. متوجه شده؟ و وقتی که امیر دوست محمد خان میگه که کابل، قندهار، خراسان همش جزء ممالک محروسه ایران است دیگه ما چی گفتن میکنیم؟ بالا آمدن یک شاعر بیچاره را از خاطر از اینکه پنشیر و همو هم که دمید شاهنامهش پر بکسی شما ببینین دمید شاهنامه گفته شده که پنشیر یکی از جای ایران یاد شده. متوجه شده؟ منظور ما این بود. یعنی بحث اساسی ایست که بگه من نمیفهمم که از که یعنی آدم تو کوشش کنه بسیار زیاد اسناد و مدارک زیاد است از نوشته های دانشمند های مختلف. خب یعنی بین یک جنبندی کنیم جناب استاد، پیش از جنبندی تا نمی نکته را که راجع به ادای آقای غبار حبیبی میخواستن بگوین اگر میرم تکمیل کنین باز جنبندی. خب اینا رفتن اعتراض کردن در وزارت خارجه اما کس تحویل نگرفت، اصلا تحویل نگرفتن. خب ببینین اول افغانستان چی میکرد؟
و اعتراض کرده نمیتونست. او ایران میگه که مردم ما در داخل نام کشور ایران میگن، در خارج اروپایی ها پارس میگن. خب ما از دنیا خواهش میکنیم که دیگه به نام پارس یاد نکنیم، به نام ایران یاد کنیم. خب گرچه همه طور هم نبوده، یعنی در بسیاری از آثار ما میبینیم که به نام ایران هم یاد کردن. مثلا یک نقشه است که در آلمان چاپ شده بود، یک نقشه است که در آلمان چاپ شده بود و در اون نقشه که در آلمان چاپ شده بود نوشته کردن ایران و باز وزیرش نوشته کردن که افغانستان و پارس. بسیار جالب است این نقشه که در ایران چاپ شده در آلمان. امو را من فکر میکنم کتاب آورده بودم، نقشه البته چاپ نشده، اما فکر میکنم که امو شهری که در اینجا آمده در این فکر میکنم که آمده باشد که در این نقشه که در شهر همون نقشه من فکر میکنم چیزهای دیگه نوشته کرده بودم که خب به هر حال اینطور یک عرض شما به خدمت شما که یعنی آنچه که در افغانستان ادعا میشه از میشه نادرست است. یعنی همیشه گفتم میشه که این کشور همسایه ما ایران نبوده و این فارس بوده و حتی اگه از این پیش رفته میگن که ایران نام کشور ما بوده که ایرانی ها غصب کردن. بسیار خوب ایرانی ها غصب کردن، اما سوال است که این نام ما چی کردیم بایش؟ خب کاملا نه تنها به فراموشی سپردیم بلکه در برابر این نام دشمنی صورت میگیره. حالا ببینیم یک چیز برای شما بگویم. در بعض موارد آدم این نزدیک بشه که شاخ بکشه. مثلا یک کسی به نام آقای پاسون یک کتاب نوشته کرده و در اونجا نوشته کرده که زرتشت پیغمبر افغان. حالا این یک چیزی که یعنی عجیب و غریب است. چطور تک ادعا میشه؟ درست؟ افغانستان یک نام نو است به کشور مانده شده. که در واقع یک اطلاق جز بر کل است. افغانستان اصلی در این منطقه مستنگ و زاول و ساول و کوههای سلیمان در خاک پاکستان قرار داشت. خب بعدا این نام به این طرف انتقال داده شد. یعنی یک نام جز است که بر کل مانده شده. اما خب افغان هم بالاخره نام قوم پشتون بوده نظر به دلایل تاریخی. اما چطور ما زردشت افغان بگوییم؟ خب درست نیست. اما تا ادعای بسیار شاخدار گفته میشه و خنده آور است. حالا ببینید مشکل اساسی ما اینه نیست که ما همیشه ایران هم ملامت میکنیم که تمام شاعرها رو خالو همونا با نام شاعرها ایرانی در جهان شناخته شدن. حالا ما نمیتونیم این چیزی بودیم. همین یکی از سوال همین بود که همین انتقاد میکنن که کل مفاخر همه ایران فرهنگی را یا فارسی زبان ها را جمهوری اسلامی ایران امروزه به نام خودش قید میکنن. یعنی ما شما نام کشور خود ایران شرقی بانیم کلش هم پس ادعا میکنیم پس میگیریم. حالا خب بحث ایست که ما وقتی که نام ایران را کنار گذاشتیم ببینید ایرانی ها یک نام یک چتر فرهنگی تمدنی بزرگ بر خود آفریدن، گفتن که پارس کنار بگذاریم ایران را قبول کردن. ما چی کردیم؟ ایران را کاملا کنار گذاشتیم یادش آریانا را قبول کردیم. آریانا یعنی چی؟ هیچ معنا نداره. ببینید آریانا اصلا وقتی که یونانی ها آمدن از رود هری رود و هرات هری اینا یک نقشه جور کردن. اول یک نقشه آریانای کوچک بود که بلخ و تخار و بدخشان اینا شامل آریانا نمیشد. باز یک نقشه کلان جور کردن که سر تا سر فلات ایران در بر میگیره. برو با نام آریانای کوچک ماندن، آریانای بزرگ. قالین یونانی ها آریانا نامش ماندن. ولی در داخل خود سرزمین ما هیچ سند نیست. فقط به خاطر از اینکه از نام ایران دوری اختیار شده یک نام جلی را ایجا آوردن. این آریانا اصلا بوده، درست است که آریانا بوده اطلاق از یک کار جهل تاریخ است. خب البته بعدا پسر شادروان کوبزاد در جای نوشته کرده که خب در امو وقت بعدا هم دیگه چاره نداشت. خب نمیتونست ایران بگه آریانا را کار کرد. غبار، پسر غبار. نه پسر کوبزاد دیگه پر نوشته کرده. درست. پدرم چاره دیگه نداشت. خب رئیس انجمن تاریخ بود، از بالا برش دستور داده شد که تو ایران استعمال نکن. خب مجبور بود آریانا در هر جایی که آریانا گفته منظورش از ایران بود. درست؟ ایران. بله. ایده تو یک بحث هست.